دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید. این جلسه میخوایم با هم دیگه یه مثال از محاسبه مجموع جملات یک تصاعد حسابی حل بکنیم. از ما پرسیدن که مجموع تمام اعداد زوج کوچکتر مساوی 100 چقدر؟ چه خطی بچه‌ها؟ اولا قبول دارید اعداد زوج که میشن دو، چهار، الا خود صد یه تصاعد حسابی هن. چرا یه تصاعد حسابی چون هر جمله از جمع جمله قبلیش با قدر نسبت به دست قدر نسبتش چیه بچه ها؟ اختلاف دو و چهار چیه؟ اختلاف هر عدد زوجی با عدد زوج قبلی خودش چیه؟ عدد دو درست. خب یادتونه تو جلسه قبل گفتیم که مجموع جملات یک تصاعد حسابی برابر با تعداد جملات اون تصاعد حسابی ضرب در جمع جمله آخر به اضافه جمله اول و جمع جمله اول به اضافه جمله آخر همه اینا تقسیم بر دو خب حالا برای اینکه مجموع تمام اعداد زوج کوچکتر مساوی 100 حساب بکنیم بعد از این فرمول استفاده بکنیم آیه من میدونم چیه آیکمون یکمون دوه. دوه آینه میدونم چیه صده ولی من اینو نمیدونم چیه بچه اینو چجوری باید حساب بکنم میدونم خیلی الان شما همه جواب این سوال خیلی با من اقتدار دارید ولی من میخوام یه بار دیگه حساب بکنم میگید که اگه یادت باشه به ما گفتی که جمله انام یک تصاعد حسابی برابر با جمله اول به اضافه n منهای یک ضرب در دی که در نتیجه جمله انوم تصاعد حسابی ما که اینجا صده برابر با دو به اضافه n منهای یک ضرب در دو که در نتیجه n منهای یک ضرب در دو برابر با 98 در نتیجه در نتیجه n منهای برابر با 98 تقسیم بر دو 98 تقسیم بر دو بچه ها میتونید ذهنی حساب کنید چی میشه؟ من قبلا حساب کردم یه ذره تقلب کردم 98 تقسیم بر دو میشه 49 در نتیجه نمون چند بچه ها؟ این 50 پس تعداد جملاتی که ما تو این تصاعد حسابی داریم 50 یه بار دیگه میام تلاش میکنم از اون فرمول استفاده کنم پس در شما داریم پنجاه زب در صد و دو تقسیم بر دو که برابر میشه با دوباره من باید یه ذره فضا باز بکنم دوباره از پاکان استفاده بکنم برابر میشه با 25 ضرب در 102 که من دوباره اینم قبلا حساب کرده بودم میشه 2550 شما اگه به محاسبات من شک دارید که کاملا حق دارید شک داشته باشید خودتون یه بار دیگه اینو حساب بکنید مرسی که تو این جلسه با من بودید توی جلسه بعد یه مثال یه مقدار عملی تر از مجموعه از به دست بردن مجموعه تساوی حسابی مجموعه جملات تساوی حسابی حل می‌کنیم فعلا خدافظ